واقعی نظرات خودش سازگاری نداشت. بدون اینکه با هم اختلافی بکنید، هم از یک صدا باشید و پشتیبانی از این نهضت بکنید که این نهضت به نفع مملکت شما، به نفع خود شما و تبلیغاتی که در اساس این مسائل میشد، این تبلیغات همه تبلیغات شاهانه است، این که اسلام نمیتونه دیگه حالا اداره بکند، مال 14 قرن بیشتر پیش است، اسلام دیکتاتوری دوم است، اسلام نمیتوند که حاجات فعلی مردم را برآورد، اسلام دعوت به ارتجا میکند. از این مسائلی که دیگه کهنه شدن، یا این حرفا کهنه شدن، اسلام اون اسلامی است که در نیم قرن فت کرد تمام این ممالک را برای اینکه آدمشون کند، نه فتح اسلام مثل فتح سلطنت های سلطان های دیگر، این فتح نادرشاه هست. خیلی اون طرز حکومت اسلام طرز حکومت آدم سازی است. شما خود رؤسای اسلام را باید ملاحظه کنید، مثل پیغمبر اکرم که رئیس اسلام است، امیرالمومنین که بعد از او رئیس اسلام بود، شما خود اونا را ببینید که وضعشون چجوری بوده، دیکتاتوری بوده. پیغمبری که با مردم دیگه وقتی می‌نشست معلوم نبود که آقا کدوم است، نوکر کدوم است، فرض می‌کنم که اصحاب کدوم است، خود پیغمبر کدوم است. اون حاکم که زندگیش یه پوست داشت اینجا، سوارش دو تا زن و شوهر میخواد بیان تاج فهمی باشد و فاطمه زهرا سلام الله علیها، و روزا علف ستار سروش میرفتن که علف بخورد. این بارگاه تخت و بارگاه اعلی حضرت سلطان کار میکرد، مثل سایر عمله ها کار میکرد، پینه داشت این جای دست، این جای دست ها پینه داشت، نه کار میکرد که جمع بکند، کار میکرد و وقت میکرد. همون روزی که باش بیعت کردن، میل کلنگش را برداشت و سراغ کاری که انجام میداد اونجا به چشمه را میخواست حرف کند، خودش با دست خودش حرف کرد. وقتی در آمد تبریک هستی گفت کنید تبریک ها برای برسه بگو، بیار قلم کاغذ، قلم کاغذ، همون وقت وقت کرد برای یه جهت. میرن زندگی و خوراکش که از نان جو نگذشت، بالاتر نبود، اونم چند تا لغمه اینقدر. ما یه همچوکیم دنبال این میگردیم پیدا نمیکنیم. البته خودشون هم فرمود که خود شما طاقت ندارید اینقدر، لیکن تقوا داشته باشید. ما دنبال یه حاکم تقوادار، تقوای سیاسی لااقل داشته باشه، نخورد مال این ملت را، هدر نداد مال این ملت را. ما دنبال این میگردیم. ما میگیم حکومت اسلامی میخوان یک حکومتی باشد که یه قدری شبیه باشد به این حاکمای ما. نه، کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بوده است که آقایون از این میترسن؟ دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حذف کرده، یک ظلم بکنه، یک سیلی به کسی بزنه، ظلمن اسلام را حذف کرده، این دیگر قابلیت از برای حکومت نداره. این دیکتاتوری حکومت قانون، قانون خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد، از این پیش قاضی میرد و یا حاضرش میکنه، بگنم حاضر میشه، چونچه شد از فهمید کار کرد. ما یه همچه حکومتی میخوام، حکومت قانون. انقلاب 1979 به نظر من انقلاب دموکراتیک بود، ولی حاصلش
یک نظام بقایت غیر دموکراتیک شد، یعنی نظام ولایت فقیه که اصل اساسی تجدد خواهی رو که رأی مردمه نمیپذیره. فقط این نیست که این دفعه در انتخابات رأی مردم رو تقلب کردن، نخوندن یا به رسمیت نشناختن. در اصل ولایت فقیه رأی مردم مشورتی است، حکم اصلی با ولی فقیه. مشروعیت تجدد مشروعیت برخواسته از اراده مردمه، ولا غیر. مشروعیت ولایت فقیهی که در نتیجه انقلاب آمد بسته به رأی مردم نیست. آیت الله خمینی به صراحت گفت که اگر یک نفرم در کتابشون نوشتن یک نفرم به ولایت فقیه معتقد نباشه، تنها حکومت مشروع هر زمان حکومت فقیه. ولی آقای میلانی، این به اصطلاح برداشت روشنفکریه و روشنفکرهای لائیک از مجموعه روند انقلاب و حاصل انقلاب هست که نگاهی کاملا انتقادی دارن به این مسئله، ولی در این حال کسان دیگه ای هستن در طیف مذهبیون و کسانی که موافق انقلاب بودن و فکر میکنن که انقلاب اسلامی انقلاب درستی بود، استناد اونها بیشتر به اینه که همه این اتفاقاتی که افتاد مورد قبول مردم واقع شد و مردم تمام مدت طرفدارش بودن. اگر که بر اساس تعریف خودتون بریم که تجدد با زمینه عینی جامعه براش وجود داشته باشه، اتفاقا زمینه ظاهرا برای یک حکومت دینی از نوعی که آیت الله خمینی به اصطلاح به ایران آورد وجود داشت تا تجدد. والا من فهم می‌کنم که اگر شما به قانون اساسی اولی که خود آیت الله خمینی پیشنهاد کردن وقتی به ایران برگشتن، اگه اونو ملاک بگیریم، ملاک اون بگیریم که جامعه ایران بعد از انقلاب چی میخواست، اون قانون اساسی رو بگیریم، در اون قانون اساسی یک کلمه اشاره به ولایت فقیه نیست. قانون اساسی اول قانونی است دموکراتیک، قانونی است که در اون جمهوری وجود داره، بدون شک رأی و نفوذی برای روحانیت هست و اشکالی هم در قانون مشروطه هم یه چنین چیزی بود. اون الزاما مباین چیز نیست. مباین دموکراسی زمانی میشه که شما رأی مردم رو به چیزی بگیرید. و اگر این مدافعان رژیم به حرف خودشون باور دارن، من فکر میکنم خیلی ساده است این مسئله رو به آزمایش بگذاریم. اجازه بدن یه رفراندوم بگذارن در ایران، همین امروز یه رفراندوم بذارن، من فکر میکنم دهن تمام مخالفینش رو در دنیا خواهند بست. یه رفراندوم زیر نظر سازمان بین‌المللی که مورد وثوق همه باشه بذارن، بپرسن آیا مردم میخوان این رژیم رو یا نه. جواب سوال خیلی ساده است، احتیاجی نیست به حرف روشنفکران سکولار گوش بکنیم، به حرف مردم گوش کنیم. بسیار خب، حالا صحبت از روشنفکران کردید، نقش روشنفکران توی این روندی که شما میگین که این جامعه رو آماده است الان برای تجدد، نقش روشنفکران چی بوده در این؟ چقدر مؤثر بودن؟ گمان من این است که اتفاقا نقش روشنفکران داره عوض میشه یا عوض شده، به این معنا که در آستانه انقلاب مفهومی که جامعه ما از روشنفکر داشت و رسالتی که برای روشنفکر قائل بود مفهومی بود که متأثر از مفهوم روسی بود، یعنی اینتلیجنسیا، یعنی روشنفکری که در واقع شکل عرفی شده ی امام زمان بود، یعنی کسی که بیاد و جامعه رو نجات بده. روشنفکران خودشون رو هم رهبران جامعه میدونستن، هم جامعه اونها رو به عنوان یه چیزی شبیه به منجیان تلقی میکرد. وقتی که انقلاب شد، وقتی که معلوم شد اون چه که از انقلاب در اومد دموکراسی نوید داده شده نیست، وقتی که مردم به بلوغ سیاسی بیشتری رسیدن، اون وقت اهمیت روشنفکران و نوع روشنفکرانی که مردم بهشون وثوق دارند تغییر کرد. اگر قبل از انقلاب صمد بهرنگی مثلا روشنفکر مورد وثوق همگانی بود و خیلی بهش اعتنا میشد، امروزه در عین اینکه به صمد بهرنگی احترام میگذارن، سعید سیرجانی است که کتابهاش خواننده داره. سعید سیرجانی با مفهوم روشنفکر روسی نمیخونه، ولی روشنفکره به خاطر اینکه به گمان من ایران رو خوب میشناسه و تجدد رو خوب میشناسه، جهان رو که کم و بیش میشناسه. این تحول در مفهوم روشنفکری به نظر من یکی از ابعاد لازمه
تجدد هست. ولی در این حال ما طی سالهای اخیر در ایران شاهد یک روشنفکری جدیدی بود، اون روشنفکری دینیه که میزان تأثیر و نفوذشون به نظر میرسه به مراتب بیشتر از روشنفکرهای لایک در جامعه بوده و هست. والا من آماری در مورد این قضیه ندارم، نمیدونم که چطور میشه این رو به قطعیت گفت. فهم کنم نمونه هاش هست، مثلا فرض کنین که اگر که آقای خاتمی رو هم جزو این روشنفکران دینی بدونیم، میبینیم رأی بسیار بالایی در جامعه ایران میاره برای اینکه دوبار رئیس جمهور کشور میشه. بله، ولی ما این رو نمیتونیم فرض بر این بذاریم که اگر یه روشنفکر غیر دینی مجاز بود در اون انتخابات شرکت بکنه، از صافی خبرگان و نگهبان میگذر چقدر رای می آورد. اینها رژیم رو یه جوری کردن که فقط یه عده‌ای میتونن در این انتخابات، ولی روشنفکران دینی حتما نفوذ دارن، من منکرش نیستم، فقط کمیتش رو واقعا نمیدونم. من فهم میکنم روشنفکران دینی هم اکثریتشون، حداقل اونایی که من میشناسم، مهمترینشون، خلاقترینشون دارن کم کم به این نتیجه میرسن که مفهوم روشنفکر دینی به نوعی مفهوم متضادی است، مانعت الجمع هستن. شما میتونید روشنفکر باشید، به معنای روشنفکر هم منظورش ملاکش این است که همه چیز براتون قابل شکه، به همه چیز میتونید شک بکنید، کارتون اندیشیدن در مورد مسائل جهانه بدون هیچ ترمزی. اگر ترمزی باشه، اگر شما مثلا به یه جایی برسید که نظرتون با اصول مذهب ناسازگار باشه، اون وقت باید یا روشن فکرتون رو با بگذارید یا مذهبی بودن. ولی اجازه بدیم بپرمید به مسائل جاری. مسائل جاری ایران و اتفاقاتی که بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری افتاد خیلی آرش شگفت زده کرده. یعنی یک جنبش اعتراضی که خیلی مشخص اعتراضشون به یک مورد مشخص در مورد به زمون ها که تقلب در انتخابات شده بود شروع شد، ولی اونچنان همگیر شده، ولی در این حال تعریف مشخصی هم از این نوع تحول و شورش، یا اگه اسمش گذاشت شورش اجتماعی، نیست جایی. شما به عنوان نظریه پرداز در واقع چطور میبینید این جریانات رو؟ من فهم کنم اولا بودن بعضی ها که پیشبینی میکردن چنین مسئله خواهد شد، یعنی بودن کسانی که معتقد بودن وضع پیش از انتخابات واقعا وضع قابل دوامی نیست، برای اینکه بلوغ جامعه به مرحله رسیده که این نوع ترمزها رو در مقابل حقش نمیپذیره. من فکر میکنم نوع حرکتی که در اینجا اتفاق افتاد اتفاقا از یک نوع حرکت تازه دموکراتیکه، برخلاف اون چی که رژیم ادعا میکنه. اینها ساخته و پرداخته آمریکا نیست یا انگلیس نیست، اینها ساخته و پرداخته شرایط قرن 21 هستند. مردم ارتباطات وسیعی با هم دارند، مردم امکان تشکل دارند، مردم از خشونت بیزار هستند و این امکانات و تجمعشون در شهرها و واقعیتی که از تجربیات همدیگه یاد میگیرن، این نوع انقلاب ها رو به نظر من تبدیل کرده به یکی از بدیل های غیر خشونت آمیز تغییر. یعنی حرکت توده‌ای وقتی که مردم با اعتراض مسالمت آمیز خودشون، با ابهت و وسعت اعتراض خودشون رژیم رو به لرزه در میاره. آقای میلانی، شما به عنوان نظریه پرداز که توی مسائل تکامل و تحول اجتماعی خیلی زیاد کار کردید، این که با وجود تمام خشونت هایی که علیه این تظاهرات اونطور که برات داریم میبینیم شده، ولی این افراد و کسانی که در خیابان‌های تهران یا به اشکال مختلف اعتراضشون ادامه میدن، به هیچ وقت دنبال خشونت نرفتن، این شما رو مثلا یه خود اینا داره غافلگیر نکرد با توجه به روحیه‌ای که در جوامع مثل ایران از قدیم الایام وجود داشته؟ نه، من غافلگیر نکرد. من برای اینکه فکر کردم و نوشتم این رو قبلا، من گمانم این بود که مردم با تجربه انقلاب 1979 متوجه شدن که اگر انقلاب خشونت آمیزی بشه و اصولا اگر انقلاب بشه، خشنترین، متشکلترین و بی اخلاقترین گروه ها هستن که در اون بحبوحه میبرند.
این تجربه انقلاب در انقلاب فرانسه روبسپیر در آغاز بود. مردم متوجه شدن که اگر دموکراسی میخوان باید از طریق دیگری جز خشونت به قدرت برسن. رژیم ها اونجوری حکومت میکنن که به قدرت رسیدن. رژیمی که قدرت رو دزدیده از مردم دائم باید با دزدی ادامه حکومت بده. رژیمی که از طریق دموکراتیک غیر خشونت سر کار بیاد میتونه به طریق دموکراتیک و غیر خشونت حکومت بده. خیلی متشکرم آقای عباس.